ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه کشته شدن غیرنظامیان در جریان عملیات هوایی ارتش این کشور در سوریه را تکذیب کرد. مسکو خبر بمباران یک مرکز آموزش نظامی سیا در سوریه را نیز تکذیب کرده، اما در این حال هنوز به خبر حضور نیروهای نظامی تازه نفس ایران در خاک سوریه واکنشی نشان نداده است. سرگئی لافروف وزیر امور خارجه روسیه در یک نشست خبری به مناسبت پایان ریاست دوره‌ای کشورش بر شورای امنیت سازمان ملل گفت وزارت دفاع روسیه گزارش جامعی از اهداف پیشبینی شده برای حمله و آنچه مورد حمله قرار گرفت ارائه کرده است. ما به مراکز نظامی و انبارهای اسلحه داعش حمله کردیم. ما باید با ارتش سوریه هماهنگی می‌کردیم و فکر می‌کنم این خیلی عادی است، چون هر کسی می‌داند یک تنه حمله هوایی کردن نمی‌تواند چاره کار باشد. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه اعلام کرد صدها نظامی ایرانی از 10 روز پیش در خاک سوریه مستقر شده و حزب الله لبنان نیز خود را برای یک عملیات زمینی بزرگ در شمال سوریه آماده می‌کند.